Bismillahirrahmanirrahim. Hadisi çilidüvüm mağfireti Allah subhanahu ve teala vesiyast. Ve an Anas'ın radıyallahu anh قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن. أنس رضي الله عنه مگوید رسول الله صلى الله عليه وسلم را شنیدم که میگفتند الله تعالی فرمود ای فرزند آدم هرگاه تو ما را به دعا مراجعت میکنی و از من امید میکنی تو را بر آن عملهایی که بوده مغفرت میکنم و پروای ندارم ای فرزند آدم اگر گناهان تو به ابرهای آسمان برسد سپس از من طلب مغفرت کنی گناهان تو را مغفرت میکنم ای فرزند آدم اگر به سوی من به زمین پر از گناه و خطا بیایی سپس با من واخوری در حالی که به من چیزی را شریک نآورده ای هر آینه من به زمین پر از مغفرت به سوی تو می آیم این حدیث را امام ترمذی روایت نموده است حدیثی حسن و صحیح است فایده حدیث فایده اول وسیع بودن فضل الله سبحانه و تعالی و مغفرت گناهان بندگانش فایده دوم از سببهای مغفرت گناهان الله را دعا کردن و از او امید نمودن و ناامید نشدن فایده سوم فضل مغفرت نمودن همراه توبه و اینکه الله برای مغفرت طلب کننده گناهانش را مغفرت میکند و اگرچه به حدی بزرگ هم رسیده باشد. فایده چهارم البته شرک آوردن به الله همان گناه است که مغفرت کرده نمی شود و به جز آن در زیر خواست و اراده الله است. فایده پنجم فضل اخلاص و البته الله به سبب آن گناهان را تازه می کند. الله سبحانه و تعالی به ما اخلاص و پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم را نصیب گرداند. آمین یا رب العالمین.